31 روز تیر ماه برابر با 4 ژوئیه، سال 1313 خورشیدی برابر با 1934 میلادی. در گذشت مادام کوری، فیزیکدان برجسته فرانسوی، مانیا اسکولودوسکا معروف به ماری کوری، فیزیکدان فرانسوی که در ورشو پایتخت لهستان به دنیا آمده بود، پس از پایان تحصیل مدتی به تدریس اشتغال یافت و سپس به پاریس مهاجرت کرد و با پیر کوری ازدواج نمود و در دانشسرای عالی دختران در شهر سور فرانسه به تدریس فیزیک پرداخت. او با کمک هانری بکرل، دانشمند فرانسوی، خواص رادیواکتیویته را در اورانیوم و با یاری شوهرش خواص رادیواکتیویته توریوم و پلوتونیوم را کشف کرد و سپس با کشف فلز رادیوم که بیش از تمام فلزات خاصیت رادیواکتیویته دارد، موفق به دریافت جایزه نوبل شد. مادام کوری پس از چندی توانست جایزه نوبل شیمی را به دلیل تجزیه رادیوم دریافت کند، اما هرگز حاضر نشد از کشفیاتش بهره مالی ببرد. وی مدت‌ها به عنوان اولین زن در دانشگاه سوربن فرانسه مشغول تدریس بود. سال 1316 خورشیدی برابر با 1937 میلادی، امضای عهدنامه ما بین ایران و عراق. اختلافات مرزی درباره اروند رود از سالها قبل مورد منازعه دو کشور بود. به همین خاطر در سفری که مقامات بلند پایه عراق به ایران داشتند، تصمیم بران شد تا برای حل این اختلافات چاره اندیشیده شود. اما وقتی این تلاش ها نتوانست به نتیجه مطلوب برسد، عراق رسما به جامعه ملل شکایت کرد و ایران را به نادیده گرفتن تعهدات مرزی متهم نمود. با این شکایت اختلافات دو کشور افزایش یافت و این مسئله برای نخستین بار به ارگانهای بین المللی کشیده شد. در همین ایام که تشنج بالا گرفته بود، وزیر خارجه عراق برای مذاکرات پیرامون حل اختلافات مرزی وارد تهران شد و اعلام کرد که آماده اند تا مرز رسمی دو کشور را به رسمیت بشناسند. مقامات ایرانی هم با این درخواست موافقت کردند. در نتیجه عراق شکایت خود را رسما از جامعه ملل پس گرفت و سرانجام عهدنامه میان ایران و عراق به امضا رسید. این عهدنامه در اسفند همان سال در مجالس دو کشور تصویب و اسناد آن در بغداد میان وزرای خارجه دو کشور مبادله شد. سال 1350 خورشیدی برابر با 1971 میلادی، در گذشت محمد معین، ادیب معاصر ایران. محمد معین که در شهر رشت و در خانواده روحانی دیده به جهان گشود، در همان نخستین سالهای کودکی اول مادر و پس از 5 روز پدرش را از دست داد و از آن پس پدر بزرگش وظیفه مراقبت از وی را بر عهده گرفت. محمد پس از اخذ دیپلم، لیسانس ادبیات و فلسفه و علوم تربیتی را از دارالفنون گرفته و به وسیله آموزش مکاتبه‌ای مدرک خط‌شناسی، قیافه‌شناسی و مغزشناسی‌اش را از آموزشگاه روانشناسی بروکسل دریافت نمود. دکتر محمد معین نخستین ایرانی است که توانست درجه دکترای ادبیات فارسی را اخذ نماید و هنگامی که سازمان لغتنامه دهخدا به دانشکده ادبیات دانشگاه تهران انتقال یافت، ریاست آن سازمان به عهده دکتر معین محول گردید.